اگر قسمتی از بدن شما در آسیب قرار بگیره، همیشه علائمی براش در بدن وجود داره. این سیگنال ها به شما اخطار میدن که در معرض یک خطر قرار گرفتین. بسیاری از این علائم به توسط خود شما قابل تشخیصه. بعضی نشانه ها همیشه گویای بیماری خاص نیستن. مثلا اگر شما چیزهای سرخ رنگ و عجیبی رو روی پوست خودتون مشاهده کردین، امکان داره این علائم به خاطر آلرژی و حساسیت شما به انواع خاصی از غذاها باشه. پس همه علائم رو نمیشه به بیماری‌های خطرناک ربط داد، اما اگر این نشانه‌ها همراه با تب، لرز، درد و گلو درد باشه، ممکنه ظهور یک بیماری رو به ما هشدار بده. بیماری خطرناک سرطان هم علائمی داره که قصد دارم در این کلیپ عمده ترین نشانه هاش رو بازگو کنم. این بیماری از اون دسته بیماری هاست که ممکنه علامت های زیادی رو به ما نشون بده. ممکنه سرطان در مناطقی از بدن باشه که نشانه هاش به همین سادگی در بدن معلوم نباشه. اما خیلی اوقات سرطان نشانه هایی داره که خیلی مشهوده، شبیه تب، خستگی شدید یا کاهش وزن. دلیل این موارد اینه که بیماری سرطان تمام انرژی شما رو میگیره. اگه سرطان رو زود شناسایی کنید، درمانش آسان‌تره و میشه جلوی پیشرفتش رو گرفت. این نشانه ها رو نباید در بدنتون نادیده بگیرید. کانال رو سابسکرایب کنید، عضو کانال ما بشید. در ادامه کلیپ میخوام به قوی ترین و بارزترین علائم سرطان اشاره کنم. یکی از علائم بارز سرطان کاهش وزن زیاد به دلایل نامعلومه. برخی افراد به دلایل نامعلوم به یک بار وزن زیادی از بدن را از دست میدن. کاهش وزن بدون هیچ علتی میتونه یکی از نشانه های سرطان در بدن شما باشه. اگه شما وزنی معادل 10 پوند یا بیشتر رو از دست دادین، این علامت رو جدی بگیرید. این علامت بیشتر مربوط به سرطان معده، مری و یا ریه است. شماره دوم، تب. تب زیاد یکی از علائم معمول سرطانه، اما زمانی اتفاق میفته که سرطان از جایی در بدنتون آغاز شده. اگه سرطان بر روی سیستم ایمنی شما تأثیر گذاشته باشه، تب کردن یکی از علائمشه. سومین نشانه این بیماری خطرناک خستگیه. وقتی که فعالیت‌های روزانه شما زیاد بشه یا بعد از تمرین ورزشی سخت، ممکنه خستگی طبیعی باشه، اما خستگی شدید با استراحت بهتر نمیشه. یک نوع سرطان روده بزرگ یا سرطان معده وجود داره که باعث خونریزی معده میشه، اما این علائم قابل دیدن نیست. اما همین نوع سرطان خستگی دائمی رو برای شما به همراه میاره که شما میتونید از این علائم آشکار متوجه این نوع سرطان بشید. مشورت با دکتر در صورت این علائم بسیار خوبه. شماره چهارم، دردها. درد ممکنه یکی از علائم اولیه برخی از سرطان‌ها مانند سرطان استخوان باشه. یک سردرد دائمی که اصلاً شما رو رها نمی‌کنه، میتونه یکی از نشانه‌های تومور مغزی باشه. درد بی‌وقفه و بی‌پایان در جاهایی از بدن شروع میشه که سرطان از همون مکان‌ها آغاز شده. پس اگر دردهای دائمی دچار میشید، با پزشک درباره‌اش مشورت کنید. پنجمین عامل، تغییرات پوسته. پس از انواع سرطان‌ها تغییرات قابل مشاهده‌ای رو در سطح پوست ایجاد می‌کنند. از جمله تیره شدن پوست، زرد شدن رنگ پوست و چشم‌ها، قرمزی سطح پوست، پوست خارشدار و رشد مو در سطح پوست بیش از حد. شماره 6، تغییرات در عادت‌های مثانه و روده هاست. یبوست طولانی مدت، اسهال یا تغییر اندازه مدفوع ممکنه نشانه ای از سرطان کولون باشه. همچنین اگر شما هنگام ادرار درد داشته باشید یا ادرار شما خونی باشه، میتونه نشانه سرطان مثانه یا پروستات باشه. ادرار بیش از حد معمول هم نشانه خوبی نیست. هر گونه این علائم باید به پزشک گزارش بشه. مورد هفتم، زخمایی هستند که درمان نمیشن. این مورد مربوط به سرطان‌های پوسته و شامل زخم‌هایی میشه که اصلاً درمان نمیشن. همچنین یک درد طولانی مدت در دهان، زخم‌هایی که روی آلت تناسلی یا واژن به وجود میاد، علائم عفونت یک سرطان هستن و باید توسط یک متخصص بهداشت حرفه‌ای دیده بشن. شامل علامت سرطان، جوش‌های سفید داخل دهان یا روی زبانه. این جوش‌ها بیشتر به خاطر مصرف سیگار یا دخانیات در دهان به وجود میاد. این علامت به کلوپلاکیا مشهوره. مصرف دخانیات خوراکی هم باعث این عامل میشه. اگر درمان نشه، این علائم میتونه باعث سرطان دهان بشه. باید فوراً توسط پزشک یا دندان پزشک بررسی بشه.
بیماری نهم خون ریزی های غیرعادیه. این مشکل میتونه هم در سرطان های اولیه و هم در نوع پیشرفته اتفاق بیفته. مثلا سرفه های خونی ممکنه نشانه ای از سرطان های ریه باشه. وجود خون در مدفوع هم خطرناکه. سرطان دهانه رحم میتونه باعث خون ریزی غیر طبیعی واژن بشه. وجود خون در ادرار هم میتونه نشانه سرطان کلیه یا مثانه باشه و همچنین خون ریزی از نوک پستان. این علائم بسیار خطرناک هستن و باید جدی گرفته بشن. شماره دهم، وجود زخم‌های روی پستان یا نقاط دیگر بدنه. بسیاری از انواع سرطان ها میتونه از طریق پوست مشاهده بشه. اگر شما چنین زخم هایی رو مشاهده کردین و متوجه شدین که اندازه زخم ها هم بزرگ شده، باید با پزشک مشورت کنین. بسیاری از سرطان های پستان به صورت پوست قرمز و زخم های ضخیم روی پستان خودشون رو نشون میدن. شماره بعدی، سوی هاضمه یا مشکل در بلعیدنه. اگر در بلعیدن با مشکل روبرو هستین، میتونه نشانه ای از سرطان های معده یا حنجره باشه. شماره 12، زیگیل های روی پوسته. اگر در رنگ یا اندازه زیگیل های روی پوست شما تغییر ایجاد شد، در واقع هر نوع تغییرات پوستی میتونه خطرناک باشه. شماره 13، سرفه یا خفگی ناگهانی. سرفه های طولانی مدتی که اصلا از بین نمیرن میتونن نشانه ای از انواع سرطان ریه باشن. خیلی از نشانه های دیگه سرطان هم هستند که در این کلیپ ذکر نشد. شما باید به هر تغییر عجیب در بدنتون، مخصوصا وقتی طولانی مدت، شک کنید. میتونید در مورد این علائم با پزشک مشورت کنید تا اطمینان حاصل کنید برای بدن شما خطرناک نباشه. درمان و پیشگیری از سرطان در مراحل اولیه کار عالیه و میتونه حتی جلوی اون رو هم بگیره. در آینده کلیپ های بیشتری در مورد علائم بیماری های مختلف برای شما عزیزان ساخته خواهد شد. ما را در هر چه بهتر شدن مطلب یاری کنید و اگر تجربه ای در زمینه خاصی دارید، در بخش کامنت ها اون رو با ما مطرح کنید. تنی شاد و سالم براتون آرزو می کنم.